خب سلام مجدد، با یکی دیگه از کلاس‌های تولید محتوا در خدمت شما هستیم. امروز می‌خوایم در مورد اهمیت محتوای با کیفیت با شما صحبت کنیم. در جلسات قبل ما فهمیدیم که سایت‌هامون و شبکه‌های اجتماعیمون برای اینکه بتونن آنچه که از تجارت ما نیاز داریم، یعنی تأمین مشتری و حفظ مشتری رو برامون تأمین کنن، نیازمند این هستن که روشون محتوا نویسی انجام بشه. اینکه حالا محتوا نویسی در چه قالبی انجام میشه طبعا برای ما مهم هست، ولی خب اونقدر هم اهمیتش زیاد نیست که بگیم هر کدوم از محتواها رو باید جداگانه بررسی کنیم و بگیم که کدومش برای ما مهمتره. به طور کلی اگر بخوام محتواها رو اولویت بندی کنیم، میگیم تولید محتوای متنی یکی از مهمترین پارامترها در مبحث تولید محتوا است که حتما باید رعایت بشه، و بعد از اون اقسام مختلف تولید محتوا مثل فایلی، مثل صوتی، مثل ویدیویی، هر کدوم از اینها هم برای خودشون اهمیت خودشون رو دارن. امروز میخوایم در مورد کیفیت تولید محتوای متنی صحبت کنیم و بدونیم اصلا آیا ما باید محتوایی با کیفیت تولید کنیم یا نه، محتوایی که صرفا بتونه اون اقلیت قواعد سئو رو رعایت کنه برامون کافیه. میخوام در مورد این صحبت کنیم و با همین مبحث رو پیش بریم. قبل از اینکه بحث رو ببریم روی کیفیت محتوا، یک سیری در قواعد گوگل در سئو وجود داشت که از سال 93-94 که ما حرفه‌ای روی بحث برندسازی اینترنتی کار کردیم، این قواعد رو دونه دونه بررسی کردیم، این الگوریتم‌ها رو تجربه کردیم و میخوام فقط یک مروری روش داشته باشیم تا در نهایت ببینیم الان گوگل تمرکزش رو بر روی چی گذاشته. همکاران قدیمی که توی کلاس حضور دارن، اگر خاطرتون باشه سال 93 و 94 بود، ما محتواهایی خیلی کمتر از اون چی که الان توصیه می‌کنیم می‌نوشتیم. اگر خاطرتون باشه ما اون موقع می‌اومدیم می‌گفتیم محتوای 300 کلمه‌ای هم کافیه، حتی اجازه کپی کردن هم داشتیم. بچه‌های قدیمی‌تر یادشونه ما اون موقع وقتی محتوای 300 کلمه‌ای رو می‌خواستیم بنویسیم، اون خلاصه اولیه که وجود داشت در حد 2-3 خط رو از خودمون می‌نوشتیم و ما باقی رو از جاهای مختلف، حتی از سایت‌های مختلف کپی می‌کردیم. دوستان صدای من رو دارید؟ بسیار عالی. کسانی که صدا ندارن یه نفر توی چت باکس بنویسه که یه بار خارج شه دوباره وارد شه، صدا براش برمیاد. ما اون موقع بحث کپی کردن رو در تولید محتوا داشتیم، میتونستیم بخشی از محتوامون از سایت های دیگه حتی که در مورد محصولمون مطلب نوشته بودن کپی کنیم و بیاریم توی مطلبمون بندازیم. هیچ ایرادی هم نداشت. اون موقع قواعد گوگل این موضوع رو ایجاب میکرد که ما بتونیم از این روش استفاده کنیم و تعداد بالا هم مینوشتیم. تعداد اون موقع برای گوگل خیلی اهمیت داشت. ما میومدیم محتوای کوتاه مینوشتیم، 2-3 خط اول خودمون مینوشتیم، مابقی رو کپی میکردیم که به واسطه این موضوع زمان ذخیره کنیم و بتونیم محتواهای بیشتری بنویسیم. همکاران قدیمی تا یادشون هست ما اون موقع سر این که کی تعداد زیادی مینویسه حتی طرحهایی داشتیم در آراد. بچه‌ها بودن که روزانه 100 تا محتوا مینوشتن و 120 تا 140 تا همکارانی داشتیم که بالای 200 محتوا در روز تولید میکردن و منتشر میکردن، و این عملا کار سختی هم نبود و خیلی راحت میتونستین کار انجام بدن و سایت هاشون سریعتر بالا میومد. حتی تو قواعد قبلی گوگل ما از تعدد سایت استفاده نمیکردیم. ما میومدیم یه سایت رو روش کار میکردیم، محتواهای کوتاهتر با تعداد بالا میزدیم و میومدیم اینها رو سریعا جایگاهاشو میگرفتیم. روی کلمه کلیدی با یه سایت میتونستیم کل صفحه اول گوگل رو از آن خودمون بکنیم. قدیمی ترها بهتر یادشونه، ما اون موقع سر جایگاه گرفتن با هم دیگه کلکل میکردیم. مثلا میگفتیم برید فلان کلمه رو سرچ کنید، کل صفحه اول گوگل مال ماست، و این شده بود یک ابزار برای به رخ کشیدن سئو سایت های خودمون. این چجوری تعمیم میشد؟ به واسطه محتواهای با تعداد بالا. روزی 50 تا 60 تا 100 تا محتوا می نوشتیم و از قواعد کپی هم استفاده میکردیم، که بعدها این قانون عوض شد. گوگل کپی کردن رو اومد تغییر داد، دیگه اجازه‌ش هم نداد و
قواعدش رو برد سمت اینکه محتواهای یونیک تولید بشه، محتواهای منحصر به فرد، دیگه خبرها کپی نشه. باز هم اجازه این رو میداد به ما که خبرهامون کوتاه باشه، 400 کلمه نهایتا خیلی حرفه‌ای بنویسیم، 500 کلمه. حتی اون موقع ما بحث سرتیتر رو هم نداشتیم و گوگل فقط میگفت این محتوای تولید بشه، فقط کپی نباشه، عنوانش درست رعایت بشه، محتوا درست نوشته بشه، کپی نباشه، غلط املایی اون شکل نداشته باشه، درست نوشته بشه، از کلمات کلیدی استفاده بشه و محتوا هدفمند باشه، طوری که وقتی گوگل اون خبر رو بررسی میکنه بدونه که قبلا جای دیگه این خبر منتشر نشده و کپی نیست در اصطلاح. و ما باز هم اومدیم تعداد بالا رو مد نظر قرار دادیم و محتواهای با تعداد بالا می نوشتیم. این بار زمان بیشتری از ما می گرفت چون دیگه نصف خبرمون که کپی بود رو هم از دست دادیم و مجبور بودیم خودمون محتوا نویسی بکنیم و کل خبر رو خودمون بنویسیم. اما باز تعداد بالا بود، باز کسانی بودن که 50 تا 60 خبر در روز می نوشتن و به واسطه همین کار با یه دونه سایت باز می تونستن جایگاه ها رو بگیرن. رفته رفته قواعد بهبود پیدا کرد. گوگل فهمید یه سری سایت ها هستن که از اسپمر یا ربات استفاده میکنن برای اینکه بتونن محتوای بیشتری تولید کنن. ما موقع یادمونه یک سری نرم افزارها حتی میشد طراحی کنیم که محتواها رو از سایت های مختلف جمع آوری کنه، اونها رو با هم دیگه ادغام کنه و یک محتوای تولید کنه که کاملا منحصر به فرد باشه و اینجوری میتونیم در طول روز 50 تا خبر به راحتی بنویسیم بدون اینکه هیچ دخالتی داشته باشیم و بدون اینکه قواعد گوگل رو حتی زیر سوال ببریم و به همین واسطه میتونستیم خیلی سریعتر جایگاه بگیریم. وقتی کار میرسه به جایی که میتونیم از اسپمر یا ربات استفاده کنیم، گوگل دوباره قواعدش رو تغییر میده. این موضوعی که دارم بهتون میگم شاید برای اواخر سال 94 و حالا اوایل سال 95 باشه که گوگل دوباره اومد یک سری تغییرات روی الگوریتمش انجام داد و محتوانویسی رو پیچیده‌تر کرد. اینجا اومد تعداد رو هم از گردون خارج کرد و رفت روی کیفیت. گفت محتواهایی که نوشته میشه باید کیفیت لازم رو داشته باشه، باید یک سری مباحث مثل عکسای داخلی مثل سرتیتر اینا هم توش بیاد، اینطور نباشه که یک مطلب با همون شکل ظاهری ارائه بشه. شاید اینجا براتون یه سوال پیش میاد، گوگل از کجا میفهمه که ما از سرتیتر استفاده میکنیم یا نمیکنیم؟ گوگل اومد برای اولین بار یک موضوعی رو مطرح کرد با عنوان تایم این سایت یا همون تایم آن سایت و این یعنی مدت زمانی که یک مخاطب روی سایت ما، روی اون خبر ما سیر میکنه. اگر این مدت زمان، این تایمی که مخاطب وارد سایت ما میشه کمتر میشد، میفهمه که این محتوا از لحاظ کیفیت ایراد داره، نتونسته مخاطب رو جذب کنه و روی خودش نگه داره. برای همین اومد از این الگوریتم استفاده کرد تا قدرت سایت ها رو در نگه داشتن مشتری بسنجه و هر سایتی که محتوای کمتری داشت، تعداد کاراکترهاش پایین تر بود، خوشگل نبود به اصطلاح، زیباسازی نشده بود، از آپشن های متنوع استفاده نشده بود روش، این خبرها رو خب دیگه بهش جایگاهی نمیداد و به مرور زمان اون سایت رو از اهمیتش خارج میکرد. پس الگوریتم سومی که گوگل اومد روش تمرکز گذاشت این بود که محتواتون متوسط به بالا باشه، کاراکترهای بیشتری داشته باشه و هدفمند نوشته بشه. هدفمند صرفا این نیست که ببینیم هدف ما از نوشتن مخاطب چیه، هدف این بود که بفهمیم اون متن و اون مطلبی که داره نوشته میشه قراره چقدر بتونه مخاطب رو در سایت برامون نگه داره. ما اون موقع یک سری مباحث جدیدتر رو باش آشنا شدیم، مثل لینک بیلدینگ، مثل بک لینک، مواردی که موتورهای جستجو و حتی خواننده و مخاطب رو مجاب میکرد که روی سایت بمونن. هدف کم کم از تعداد بالای محتوا خارج شد و رفت روی این که بتونه مخاطب رو روی سایت حفظ کنه و نذاره از سایت خارج بشه و گوگل تمام الگوریتم‌هاشو برد به سمت این که محتواهای هدفمندی رو از سایت‌ها ببینه و بتونه به واسطه این موضوع امتیاز بیشتری به سایت ها بده. توی چت باکس خیلی داره اشاره میشه که صدا نیست. دوستان همتون صدا ندارید یا نه؟ برای این 3-4 نفر صدا قطع بس میشه. عزیزانی که صدا ندارن یک دور کلاس رو خارج بشن، دوباره وارد بشن، صدا براشون بس میشه. خب
پس فهمیدیم که محتواها تغییر نگرش دادن، تغییر شکل دادن. دیگه تمرکز ما روی این نبود که بخوان با تعداد بالا جایگاه بگیرن. میگم خدمتتون دوستانی که با اسم خودشون وارد نشدن لطف کنن اسمشون رو وارد کنن. حالا عزیزی که با کلمه مهمان وارد شده، اگر اسم فامیل خودتون رو بنویسیم بهتره، اینطوری خب میشناسیم که الان دارید چی کار میکنید و تو چه حوزه‌ای وارد هستید. ما برای اولین بار در سال 96 با مقوله‌ای به نام تعدد سایت هم روبرو شدیم. اگر قرار بود سایت هامون یا سایتمون، اون سایتی که داشتیم، فقط با همون یه دونه بتونه جایگاه بگیره، عملاً سایت هایی که جدید طراحی می شدن و می خواستن جایگاه بگیرن اهمیتی برای گوگل نباید داشته باشن. چرا؟ یک سایتی اصلا سال 94 راه اندازی شده، خوب روش کار شده و جایگاهاشو گرفته، الان یه سایت جدید میخواد وارد بازی بشه، نه قدرت این رو داره که با اون سایت رقابت کنه، نه قدمت اون سایت رو داره و نه اصلا اون سئوسازی روش انجام شده. پس اگر قرار بود با یه سایت بتونیم همه جایگاه ها رو بگیریم، راه اندازی سایت های جدید دیگه برای گوگل اهمیتی نداشت و از طرفی فرض رو برای میذاشتیم که سایت های جدید هم میتونستن جایگاه بگیرن، یه دونه دیگه اهمیتی نداشت. چرا که یه سایت در سال 94-95 میتونست کل صفحه اول گوگل رو از آن خودش بکنه. حالا اون یه سایت جدید که سال 96 طراحی میشد فوقش میومد دو تاشو جایگاه میگرفت، هشت تا دیگه باز برای یه سایت جدید بود، یه سایت قدیمی تر بود. پس اومدن چیکار کردن؟ الگوریتم جدیدی رو طراحی کردن با این حساب که هر سایت هر چقدر هم قوی باشه تهش مثلا میتونه 3 تا 4 تا جایگاه های صفحه اول گوگل رو از آن خودش کنه و بقیهش باید بین سایت های دیگه تقسیم بشه، باید بینشون تفکیک بشه. وقتی موضوع میره روی این مقوله که دیگه نمیتونه یک سایت تمام جایگاه ها رو از آن خودش بکنه، خب ما میایم اینجا استراتژیمون رو عوض میکنیم. این بود که از سال 96 به بعد ما مقوله‌ای به نام تعدد سایت رو مطرح کردیم. اواخر سال 96 بود که با طرح مالکیت سایت ها اومدیم یک موضوعی و یک استراتژی رو مطرح کردیم با عنوان تعدد سایت ها. گفتیم دیگه یک سایت نمیتونه کل صفحه اول گوگل رو از آن خودش بکنه و ما اگر بخوام با یه سایت صفر کارمون رو ادامه بدیم، طبعا رقبای دیگری هم در صفحه اول گوگل هستن که باید با اونها هم رقابت کنیم. استراتژی ما در بحث افزایش فروشی بود: یک، افزایش برندسازی; دو، حذف رقبا. با این الگوریتم جدید گوگل دیگه نمیشد ما بتونیم صفحه اول گوگل رو از آن خودمون بکنیم و عملا رقبامون رو حذف کنیم. پس اومدیم از سایت های متعدد، از سایت های با تعداد بالا استفاده کردیم که هر سایت بتونه به تنهایی جایگاه خودش رو به دست بیاره. وقتی با یه سایت من میتونم دو تا جایگاه به دست بیارم، با 5 تا سایت میتونم 10 تاشو از آن خودم بکنم. وقتی 10 تا صفحه اول گوگل رو تونستم برای خودم بگیرم، عملا همه رقبام رو میزنم کنار و باز صفحه اول گوگل مال خودم میشه. در این الگوریتم این موضوع اصلاح شد و هر سایت به صورت محدود تونست جایگاه بگیره و از طرفی باز هم محتوا نویسی پیچیده تر شد. برای اولین بار ما اومدیم از مقوله هایی به نام محتواهای با فرمت های دیگه استفاده کردیم. گفتیم برای اینکه بتونیم خبرهامون رو در جایگاه گیری قوی تر بکنیم، نیازمند این هستیم که مدل های متنوعی از محتواها رو روی سایتمون ارائه بدیم، مثل فایل ویدیویی، فایل صوتی، مثل فایل های متنی، مثل جدول ها، مثل عکس های داخلی. اینها برامون اهمیت بیشتری پیدا کرد، چرا که هم تنوع محتواهامون رو بهش بهبود میبخشید و از طرفی زمان میخرید از مخاطب. در الگوریتم های تقریبا 2016 به این ور ما تمرکزمون رفت روی این که بتونیم زمان بیشتری از مخاطب بخریم تا اینکه به واسطه تعداد مطالب بالا جایگاه بیشتری بگیریم. هنوز هم جایگاه گرفتن برای ما مهم بود، نه اینکه تولید محتوا تعدادش برای ما اهمیت نداشته باشه، اما تعداد بالایی که نتونه مخاطب رو در سایت هم نگه داره دیگه از اهمیت افتاده بود. باید خبرهایی با تعداد بالا می نوشتیم که این خبرها هر کدومشون بتونن مخاطب رو درگیر خودشون بکنن، تا مخاطب روی سایت بمونه و چه بسا روی سایت هم بچرخه به واسطه لینک بیلدینگ، به واسطه طراحی
به واسطه حضور در قسمت‌های مختلف سایت‌ها. و این استراتژی رو گوگل برای ما طراحی کرد و ما باید روی سایتمون پیاده می‌کرد. و بعد اون تمام تمرکز گوگل رفت بر روی اینکه محتواهای طولانی تولید بشه و تمام تمرکز بره روی خواسته خواننده. به عنوان مثال اگر عنوان می‌زدیم در مورد لیست قیمت و مخاطب به واسطه اون وارد سایت می‌شد و عملاً قیمتی نمی‌دید، خیلی راحت سایت رو ترک می‌کرد. حتی اگر ما خبر خیلی خوب می‌نوشتیم، تنوع جدول بندیمون، تنوع زیباسازیمون، تنوع استفاده از محتوای ویدیویی و صوتیمون رو اون خبر بیشتر بود، اما اگر نمی‌تونستیم اون چیزی که مخاطب دنبالش می‌گشت بهش می‌دادیم، مخاطب خیلی راحت سایت رو ترک می‌کرد. تمرکز در محتواهای جدید رفته روی این که هر چی مخاطب می‌خواد رو بهش ارائه بدیم. اگر میگه لیست قیمت باید بهش ارائه بدیم. اگر صحبت سر اینه که آخرین قیمت رو ارائه بدیم، باید اونجا بهش اشاره بشه. اگر صحبت در مورد قیمت، حداقل یه عدد و رقمی توی محتواهامون بچرخه، یه عددی دیده بشه. به هر حال قیمت چیزی جز عدد نیست و باید این عددها واقعا دیده میشه، نه تنها در داخل متن، در همون خلاصه زیر عنوان هم باید دیده میشد. ما یک استراتژی داریم در جایگاه گیری، اونم به نام کلیک کردنه. مخاطب عنوان رو میبینه، جذبش میشه و کلیک میکنه. اگر از عنوان جذب نشود، باید از خلاصه‌ای که زیر اون عنوان میاد در گوگل جذب بشه و کلیک کنه. یکی از ترفندهایی که ما میتونستیم مخاطب رو جذب کنیم تا سایتمون رو باز کنه، استفاده از توضیحات وسوسه انگیز و مبتنی بر قیمت بود. فرض رو بر این میذارم یه عنوان داشتیم با این شکل: لیست قیمت انواع خرما در بازار ایران. خب محتوایی که باید روش ارائه میشد باید در مورد لیست قیمت می بود، باید حداقل در مورد قیمت صحبت میشد. و این محتوا رو مخاطب چه زمانی میبینه؟ زمانی که توی گوگل وارد اون خبر بشه. اگر عنوان من به اندازه کافی جذاب بود که میتونست مخاطب رو جذب کنه، خب وارد میشد، قیمت ها رو میدید. اما اگر قرار نبود عنوان بتونه مخاطب رو جذب کنه، حداقل خلاصه زیر خبر باید میتونست این قدرت رو داشته باشه تا بتونه مخاطب رو وسوسه کنه روی خبر کلیک بکنه. در خلاصه زیر خبر میتونستیم یک سری قیمت ها رو ارائه بدیم. مثلا بگیم کمتر قیمت خرما اینقدره، بالاتر قیمت خرما اینقدره، و برای اینکه لیست قیمت رو به دست بیارید وارد خبر بشید یا با ما همراه باشید. همین خلاصه زیر عنوان میتونست مخاطب رو وسوسه کنه، وارد خبر بشه و پیگیر این قضیه باشه. پس ما باید از این ترفندها هم استفاده میکردیم که الان هم داریم استفاده میکنیم. این قواعد و الگوریتم هایی بود که گوگل در این چند سال ارائه داد و در این سیر متوجه شدیم که کم کم داریم وارد پروسه‌ای میشیم که دیگه محتوای طولانی در دستور کاره و تمرکز ما باید بره روی این که محتوایی تولید کنیم که اولا منحصر به فرد باشه، دوما طولانی و با کیفیت باشه، سوما بتونه اون چیزی که مخاطب دنبالش میگرده بهش القا کنه. مخلص کلام، محتوای هوشمندانه باید تولید بشه. شاید مخاطب دنبال لیست قیمت میگرده، اما صرف ارائه لیست قیمت دیگه برای ما اهمیت نداشت. باید میفهمیدیم هدف مخاطب از پیدا کردن لیست قیمت هم چی بوده. این در کنار تعداد محتوا هم اهمیتش بیشتر شده و ما باید در قواعد جدید گوگل دنبال این باشیم که مخاطب رو جذب کنیم و روی سایت نگهش داریم تا به واسطه این بتونیم زمان بیشتری از مخاطب بخریم و اعتبار سایت هامون هم بالاتر ببریم. خب حالا جا باز ما به یه دوراهی طرفیم، این که آیا همچنان تعداد محتوا اهمیت داره یا نه. گوگل تمام تمرکزش رو برده سراغ این که کیفیت رو در اولویت قرار بده. از همون اوایلی که گوگل بحث سئو رو مطرح کرد، محتوای متنی به عنوان پادشاه تمامی محتواها، تمامی مدل‌های محتوا مطرح شده و تا الان هم این جایگاه رو داره. در تولید محتوا قطعاً تعداد اهمیت داره، چرا که هر چقدر محتوای بیشتری تولید کنیم، عملاً نیروهای بیشتری رو استخدام کردیم برای اینکه بتونه جایگاه‌های تمامی کلمات کلیدی یا حداقل اکثریت کلمات کلیدی رو برای ما به دست بیاره.
پس هنوزم که هنوز تعداد برای ما اهمیت داره، هنوزم که هنوز ما باید روی سایتمون تعداد محتوای بیشتری داشته باشیم تا به واسطه اون بتونیم جایگاه بگیریم. اما خب تمرکز گوگل داره میره سراغ اینکه محتوایی که می‌نویسیم کیفیت بالا رو داشته باشه. اگر نتونیم این مورد رو رعایت بکنیم، عملا مخاطب رو نمیتونیم در سایتمون نگه داریم. این استراتژی رو ملکه ذهن کنید. ما اول باید مخاطب رو از طریق سرچ انجین یا موتور جستجوی گوگل بتونیم به دست بیاریم. این محقق نمیشه مگر با تعداد محتوای بالا و عنوان نویسی و خلاصه نویسی هدفمند که میتونه برامون جایگاه بگیره. حالا که تونستیم از طریق موتور جستجو مخاطب رو وارد سایت کنیم، باید بتونیم مخاطب رو روی سایتمون نگه داریم، روی سایتمون بچرخونیم. این هم محقق نمیشه مگر با محتوای با کیفیت. این که محتوای با کیفیت چجوری هست رو بهتون توضیح خواهم داد. محتوای با کیفیت صرفا محتوای طولانی نیست. تمام آیتم هایی که نیاز هست تا محتوامون رو به واسطه اون با کیفیت بکنیم رو بهتون معرفی خواهم کرد. پس همچنان تعداد محتوا اهمیت داره، چرا که باید در کلمات کلیدی مختلف جایگاهاشو بگیریم. هرچی ورودی بیشتری داشته باشیم احتمال فروشمون هم افزایش پیدا میکنه. اما کیفیت محتوا هم در دستور کار هست و باید روش تمرکز بیشتری بشه. این دو مکمل هم دیگه هستن و از هر دوش باید بهره ببریم تا بتونیم جایگاه های بیشتری بگیریم، چرا که جایگاه بیشتر یعنی مشتری بیشتر و مشتری بیشتر یعنی احتمال فروش بالا و در نتیجه درآمد بالاتر. اما بیاین ببینیم محتوای طولانی با محتوای با کیفیت فرقش چیه. محتوای طولانی یعنی چی؟ یعنی ما بیایم یک محتوای تولید بکنیم 2000 کلمه و به بالا، اما روش به این توجه نکنیم که مخاطب چی خواسته، مخاطب دنبال چی هست، اصلا اون خبری که داره براش کسل کننده است یا نه، جذابه، میتونه نیاز مخاطب رو برطرف کنه یا نه. این میشه محتوای طولانی. کار خیلی سختی هم نیست، کافیه یه سری جملات بی ربط رو هم حتی سرهم بندی کنید و یه محتوای 2000-3000 کلمه بسازید تا بتونه حتی براتون جایگاه بگیره. اما خب مخاطب وقتی وارد اون خبر میشه و یک سری عبارات بی‌معنی مثل یک کتاب پشت سر هم ببینه، کسل میشه و از سایتتون خارج میشه. اگر یادتون باشه در کلاس‌های قبل اشاره کرده بودم، گفته بودم مردم به واسطه حضور در شبکه‌های اجتماعی چششون عادت کرده به عکس و فیلم دیدن و دیگه متن رو واقعا نمیتونن براش تایم زیادی بذارن و بخونن. پس اگر محتوای من یک نواخت باشه، تنوع نداشته باشه، نتونه اون نیاز مخاطب رو به واسطه عادتی که پیدا کرده در شبکه‌های اجتماعی برآورده بکنه، مخاطب به راحتی اون سایت رو ترک میکنه و نمیتونه باهاش ارتباط برقرار کنه. رنگ‌بندی محتوا، استفاده از آیتم‌هایی مثل عکس، فیلم، صوت، لینک بیلدینگ، همه اینها در سلیقه مخاطب تاثیر میذاره و چشمش رو درگیر میکنه. اگر نتونیم اینا رو براش در یک محتوای طولانی فراهم کنیم، ما عملا یک سری جملات رو سرهم بندی کردیم و فقط خواستیم محتوامون رو طولانی بکنیم. میتونیم ازش انتظار اینو داشته باشیم که جایگاه بگیره، اما نمیتونیم ازش انتظار اینو داشته باشیم که تهش مخاطب به ما زنگ بزنه و بخواد از ما خرید بکنه. اگر جایگاهی هم میگیره موقته، چرا که یه مدت کلیک میگیره ولی خب تایمین سایتش به شدت میاد پایین و گوگل بعد از مدتی اون جایگاه رو هم ازش میگیره، چرا که نتونسته خواسته مخاطب رو برآورده بکنه. اما محتوای با کیفیت با محتوای طولانی فرق داره. محتوای با کیفیت فقط و فقط در این موضوع خلاصه میشه بتونیم از مخاطب زمان بیشتری بخریم. زمان بیشتر خریدن میتونه با یه ویدیو 10 دقیقه‌ای باشه، میتونه با یک صوت 5 دقیقه‌ای باشه، میتونه با یک عکس اینفوگرافی طولانی باشه که توش بتونیم یک سری موارد به مخاطب القا کنیم و ازش زمان بخریم. اما صرفا اینها نیست، ما باید بتونیم ترکیبی از این آیتم ها و این آپشن ها رو در محتواهامون استفاده بکنیم در کنار یک محتوای طولانی. حالا اینجا طولانی بودن خبر اهمیت پیدا میکنه. من فیلم 10 دقیقه ایم رو قرار میدم، فیلم 5 دقیقه ایم رو ارائه میدم، از صوت و عکس و اینفوگرافی استفاده میکنم
ولی خب در کنارش از محتوای طولانی تر هم بهره میبرم تا هم متنم متنوع باشه، همین که از اون محتوا کمک بگیرم برای جایگاه گرفتن در یک سری کلمات دیگه. اگر آموزش های محتوا نویسی رو در سایت آراد برندینگ پیگیری کرده باشید، دیدید ما یک سری مقوله ها داریم برای جایگاه گرفتن، مثل لینک بیلدینگ، مثل سرتیتر، مثل LSI. اینها مواردی هستن که فقط در یک محتوای متنی میتونیم روش کار کنیم. در یک ویدیو من نمیتونم از LSI بهره ببرم، چون LSI اونجا کاربردی نداره. باید محتوای متنی هم داشته باشم تا بتونم به واسطه سرتیترهایی که توش میارم، به واسطه LSI هایی که توش منتشر میکنم و به واسطه حتی لینک بیلدینگ هایی که روش انجام میدم، جایگاه یک سری کلمات کلیدی رو هم بگیرم. اگر قرار روی خرید خرما جایگاه بگیرم به واسطه عنوان سازی، بیام روی مدل های مختلف خرماش، مثل خرمای پیارم، خرمای زاهدی، روی این موارد هم در سرتیترا و LSI ها جایگاه بگیرم. وقتی این فرصت رو گوگل برای من فراهم کرده، باید ازش استفاده بکنم به واسطه یک تولید محتوای طولانی که ترکیبی از متن و ویدیو و صوت و عکس. حالا قرار نیست همش یه جا باشه، ولی خب این ترکیب ها حتما باید باشه و حتما باید محتوای طولانی که ترکیبی از متن و سایر موارد هست توش رعایت بشه. پس فرق بین محتوای طولانی و محتوای با کیفیت رو هم فهمیدیم. برای همینه که کسانی که با ما تولید محتوا رو پیش می‌برن همیشه دیدن ما الان دیگه بهشون پیشنهاد می‌کنیم محتواتون حداقل 1000 کلمه باشه و به بالا. ما حتی برای بازار داخل زیر 1000 کلمه دیگه پیشنهاد نمیدیم، چون دیگه تأثیری نداره. یه محتوای 600 کلمه نهایتاً دو تا سرتیتر می‌تونیم براش بزنیم با 3-4 تا LSI. دیگه نمیتونیم آیتم های بیشتری روش پیاده بکنیم. اما محتوای 1000 کلمه به بالا دستمون رو باز میذاره تا بتونیم هم در سرتیت ها و LSI ها و لینک بیلدینگ ها ازش جایگاه بگیریم. همین که به واسطه این تولید محتوای طولانی و کاراکترهای بیشتر از آیتم های مثل ویدیو و تصویر هم توش بهره ببریم. محتوا هرچی کوتاه‌تر باشه، انگار صحبت من کوتاه‌تره و تو صحبت کوتاه‌تر من چیز دیگه نمیتونم ارائه بکنم. ولی خب محتوای با کیفیت تر دست من رو باز میذاره و از طرفی جایگاه گیریشم راحت تره، چرا که تمام قواعد گوگل الان روی کیفیت محتوا میچرخه و تعداد تقریبا دیگه از چشم افتاده. فقط سایت بتونه منظم خبر بخوره تا این نظم رو ما بتونیم رعایت بکنیم و سایتمون رو قوی تر و قوی تر بکنیم. توضیحات من در اینجا به اتمام میرسه. در مورد تولید محتوای با کیفیت خب خیلی تمرکز داشته باشید. محتوای با کیفیت باید تمامی آپشن ها رو داشته باشه و اگر ما نتونیم این موارد رو رعایت بکنیم، نمیتونیم انتظاری داشته باشیم تا سایتمون برامون جایگاه بگیره. اگر خودتون تولید محتوا انجام میدید، از تمامی مدل های مختلف محتواها و مطالب بهره ببرید و اگر با تیم ما داری کارتون انجام میدی، خب داره کارشون انجام میشه. تیم ما خیلی قوی تر از قبل داره کارش انجام میده. محتوا نویس های بیشتری رو ما استخدام کردیم تا بتونن با سبک نگارش های مختلفی کارا رو انجام بدن و اینجوری خب تنوع محتوا نویسی هاتون هم بیشتر میشه و گوگل متوجه نمیشه که خبرها بعد از مدت دارن شبیه به هم میشن و اون بحث کپی محتوا هم عملا از بین میره. پس میتونید از بخش تولید محتوای آراد برندینگ هم استفاده بکنید تا سایتتون رو هرچه قوی تر و قوی تر بکنید. اگر تعداد سایت بالاتری دارید، حتما برای محتوا نویسیشون چاره کنید. سایت ها با تولید محتوا هستن که قوی میشن، هیچ آیتم دیگه روشون تاثیر نمیذاره. اگر زیبا سازیش کردید ولی محتوا روش نمیره، عملا تأثیری نداره. اگر دارید لینک بیلدینگ میکنید به واسطه عکس ها ولی خب محتوای روش نمیره، باز هم تأثیری نداره. پس یا تعداد سایتاتون رو بالا نبرید یا اگر بالا میبرید حتما روی تولید محتواش هم تمرکز بذارید. صحبت های من تا اینجا به اتمام میرسه. من یه دور چت باکس پاک میکنم در خصوص موضوع امروز کلاس. اگر سوالی دارید در حد 5 دقیقه تا 10 دقیقه پاسخ میدیم و بعدش کلاس رو به اتمام میرسیم. خب
برای کسب و کارهایی که موضوع کمی برای تولید محتوا دارن، تولید محتوا با کیفیت با 2000 کلمه تولید محتوا امکان پذیر است. بله، فکر نکنم دیگه محصولی مثل چینوا، مثل کوکوپیت و پالپیت باشه که محتواهای کمتری در موردش ارائه شده باشه. محصولات خیلی تخصصی ترن ها رو داریم که ما محتوای 2000 کلمه‌ای با تعداد 500-600 تا داریم می‌نویسیم. سبک محتوا نویسی در بحث تعداد محتوای بالا و حتی تعداد کاراکترهای محتوا بالا تاثیرگذاره. یه جز شما میگید آقا این محصول اطلاعات بالایی نداره، من نمیتونم محتوا بنویسم. یه جز شما میگید من دیگه نمیدونم در موردش چی بگم. این موضوع توسط تیم محتوا نویسی ما حل شده. محتوا نویسایی که دارن برای آراد برندینگ کار میکنن همشون با این موضوع آشنا هستن و تسلط دارن و میدونن در مورد محصولی که حتی اطلاعات تخصصی کافی ازش وجود نداره چطور محتوا بنویسن تا اولا محتوا تکراری نباشه، کپی نباشه، و ثانیا 2000 کلمه رو هدفمند پر کنن براش. این موضوع مشکل خاصی نداره. الان در هفته چند خبر بالای 1000 کلمه روی سایت بره؟ بیشتر سعی کنید تعداد خبرهاتون رو بین 3 تا 5 تا در هفته برای هر سایت بالا نبرید، بیشتر از این نکنید، چون گوگل میفهمه وقتی یه سایت روزانه مثلا 3 تا خبر 2000 کلمه میخوره، خب برای گوگل هم سواله که این چجوری انجام میشه. تاثیرگذار هست، اما اگر یهو سیستم سایتتون به هم بخوره طبیعتاً گوگل میفهمه. سعی کنید اگر محتواتون رو خودتون می‌نویسید با یک سیر صعودی طبیعی تعداد محتواتون رو افزایش بدید تا گوگل هم متوجه این تغییرات در ریتم طبیعیش بشه. سایت های قوی چون قدرت جایگاه گیریشون بیشتر هست سعی کنید روزی یه دونه محتوا رو اگر میتونید براش بزنید، اما سایت های ضعیف‌تر که جایگاه های کمی دارن اینا خب از سمت گوگل بازدید کمتری هم می‌خواد. اینا رو از هفته یه خبر کم کم شروع کنید و تعداد محتواشون رو بیشتر کنید. یه ماه هفته یه خبر براشون بزنید برای هر سایت، بعد مثلا ماه بعد دو تاش کنید، سه تاش کنید، بستگی به قدرت محتوا نویسیتون هم داره. این سیر طبیعی رو در افزایش تولید محتوا برای سایت جدید داشته باشید. اینطور نباشه که یه هفته دو هفته روزی یه دونه محتوا رو براشون بزنید بعد دیگه کلا تعطیل بشه بریم سراغ اینکه ماهی یه دونه بزنیم. نه، اینجوری کلا ریتمش به هم میخوره و گوگل متوجه این تغییرات میشه و دیگه بهتون جایگاه نمیده. محتوای متنی یعنی محتوایی که در مورد محصول داره صحبت میکنه که چجوری تولید میشه، اینا همش آموزش داره که سایت آراد برندینگ میتونید ببینید، یا در نهایت از تیم محتوا نویسی ما هم برای این موضوع کمک بگیرید. قوانین گوگل در روزهای اخیر، قوانین گوگل تقریبا میشه گفت هر دو سه ماه یه بار عوض میشه، منتها تغییرات اساسی، تغییراتی که کاملا بنیادی هست رو ارائه میکنن، اون رو منتشر میکنن و به صورت عامه خبر میدن. بقیه تغییرات توسط سئو کاران بررسی میشه و اونا خب هر روز تقریبا دنبال اینجور مباحث هستن تا اگر تغییر جزئی هم ارائه شد بتونن سریعا توی کارهاشون اونا رو دخیل بدن. تیم محتوا نویسی ما داره این کار رو انجام میده. اگر از تغییرات بنیادی و اساسی ارائه بشه خود گوگل اینها رو منتشر میکنه و خب مجموعه ما هم اون رو به صورت ترجمه شده در اختیار برای دوستان قرار داد. در مباحث صادراتی چون رقابت بیشتره، حداقل زمانی که طول میکشه برای که شما جایگاه بگیرید 5 تا 6 ماهه. کمتر از این هم میشه زنگ خورد بیاد، نه اینکه نباشه. موج برندسازی شو داریم در موردش صحبت میکنیم. ما ولی اونلاین مثلا شما محصول انتخاب کردید، سایت انگلیسی عربیش گرفتید و از همون ماه مثلا دوم سوم ممکنه زنگخور هم داشته باشید، مشتری هم داشته باشید، اما اینکه اوج برندسازی براتون انجام بشه، مثلا من تضمین دادم به روزی 10 الی 20 مشتری میرسید، این 5 6 ماه زمان میبره که با یک روند طبیعی بتونیم تمامی جایگاه ها رو براتون بگیریم روی کلمات کلیدی و برای بعدش بیایم پلن رو عوض کنیم و بریم سراغ اینکه این جایگاه ها رو چجوری بهبود بدیم. این زمانش 5 6 ماه طول میکشه. اوج زمانش هم هست، بعد از 6 ماه به اوج برندسازی رسیدید و اون تعداد تماسی که
ما از اون پلان بهتون قولش دادیم رو براتون آوردیم. در مورد تولید محتوایی که توسط مجموعه انجام میشه، ما واحد فنی داریم، با پشتیبان فنی میتونید ارتباط بگیرید و کاراتون رو باشون پیش ببرید. مسئول پشتیبانی داریم، خانم ملکی 0912-013-568، باشون ارتباط بگیرید خانم کریمی و مورد رو باشون مطرح کنید، بررسی میکنن، اگه ایرادی وجود داشته باشه براتون برطرف کنید. آقای خواهر محمدی با همه شماره که ارائه کردن ارتباط بگیرید، کارتون رو پیگیری بکنید، ببینید در این چهار ماه چه کاری براتون انجام شده و چقدر طول میکشه تا زنگ‌خورهاتون برگرد. برای خود تو این چهار ماه کارهای انجام شده قطعا بستگی به پلنی که بستید، این مدت زمان میتونه متغیر باشه که اینو میتونید از واحد فنی بپرسید و از واحد پیگیری جویا بشه تا براتون کارش انجام بده. خب سوال دیگه نیست، یه دقیقه صبر بکنیم تا اگه سوالی بود پاسخ بدیم و بعدش کلاس رو به اتمام میرسونیم. دوستانی که در خصوص تولید محتوا میخوان کارهاشون رو با مجموعه ما استارت بزنن، میتونن با هر کدوم از مشاورانی که خواستن ارتباط بگیرن. خود من هم در خدمت شما هستم. شما رو اینجا براتون یادداشت کردم و گذاشتم، میتونید با ما در ارتباط باشید و کارهای محتوا نویسی و سایر کارهای سفارشی برای سایتتون رو از طریق ما براش اقدام کنید. خب کلاس ما همینجا به اتمام میرسه. انشالله از مباحث ارائه شده نهایت استفاده رو برده باشید. روی بحث تولید محتوا روی سایتتون جدیت بیشتری به خرج بدید، چرا که مهمترین مسیر جذب مشتری همین سایتتون هست. سوالاتی که پرسیده شد در مورد کلاس نبود رو خب پاسخ نمیدیم، چون سوالات باید در خصوص بحث محتوا می بود. انشالله در کلاس‌های مربوط بهش پاسخ خواهیم داد. امیدوارم از مباحث ارائه شده نهایت استفاده رو برده باشید. از سایر کلاس هامون در طول هفته نهایت استفاده رو ببرید تا بتونید در تجارت خیلی موفق تر ظاهر بشید. پیروز و سربلند باشید. خدا نگهدار.